عرض سلام و ادب رفقا، امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو این ویدیو قراره به تیوی رویال ریاکت بزنیم و بتلا رو ببینیم که چجوریه رفقا، حالا سطح بالا باشه سطح پایین باشه، در هر صورت میبینیم این نوبا سگا رو دیگه اشکال نداره. بریم که در کنار شما از زان قضیه شده داشته باشیم رفقا. لایک و سابه همگرم بکوبید که واقعا باعث انرژی دان به ما میشه دیگه. دمتون گرم رفقا. ترکیب اول که یه ترکیب فوق العاده خلاه که یعنی کون خلا پلیرها رو پاره کرده این داداشمون و علاش سبستنتی رو آورده با آرژی و ترکیب مقابلش هم که یه جورایی میشه گفت فایر بیته، یعنی نزدیک به ترکیب عبدالفتا هم با حکم تفاوت، چون بربر داره و این چیزا اگر مثلا کیج داشت میگفتیم عبدالفتا، ولی این نیست بچه ها. و بریم قضیه شاشته باشیم. حالا اینو من از قبل دیده بودم رفقا، چون ترکیب این سمت چپی یکم برام آشنا بود، اینو نمیبینی. فقط خواستم بگم که ببینید چقدر خلا آورده یارو سر و سلطنتی با آرژی جونو داشت و واقعا آدم دهن سرویس میشه بخواد این ترکیب رو پلی بده. یه ببینید این چه خلا پلیری که تونسته با این اینو بزنه. و این بچه بتل دوم داشته باشیم، بیر جسپم در مقابل این چیه؟ مثلا بیر جسپم نیست رفقا. میرور چی میگه؟ ویچ چی میگه؟ رفقا ترکیب جدید میچ با مادر ویچ جالبه. و ترکیب مقابلش هم که عبدالفتاح یه جورایی میشه گفت دیگه، عبدالفتاح که نیست، همون ترکیب یعنی آشنا نیست برام، نمیدونم اصلا یکم برام گنگه این ترکیبش رفقا. بریم دوتا رو ببینیم خلاصه، ببینیم چیکار میکنن. این پایینه که خیلی خلاه ترکیبش. دمت هم گم داداش. مادر ویچ با ویچ، مادر ویچ با ویچ با میرور جالبه. تورنادو دیگه چی میگه؟ یا عبرفز رفقا واقعا تو بریجسپم شما تورنادو دیده بودید؟ الان اولین بار دادید توی چنل من میبینید. پشمان اصلا ریدنش میگه رفقا. خب ننویش رو نها کن، اصلا ننویشش منطقیه، ولی مادر ویچ و میرور چی میگه با تورنادو؟ اینا رو من درک نمی کنم. خب یه زب بسته به نظر من. چرا زب نظر؟ آهان زد. خب چه زپ قشنگی زد رفقا، اگه نمیزد دمیج رو میخورد، ولی خب ترجیح داد که دمیج رو نپذیره. یک دمیج تقریبا معقولی هم با گست خورد، سریع باید ویچو بره. خب اون برای بلاک کرد، اصلا به تخ بشه این داداش اون، اصلا اون برایش مهم نبود. خب آها میخواد ماینر بندازه، احتمالا ویچه، نه ویچه نمیچسبه به تابر، فکر کنم ویچه میچسبه به تابر، ولی اشتباه کردم. رفقا پایینی داره بد بازی میکنه و اصلا ترکیبش هم منطقی نیست. آخه دیگه تورنادو چی میگه تو پکاپ جسمم و ترکیب جواب فکر نمی کنم باشه بچه ها. قضیه شو حالا بریم ببینیم چوریه دیگه، قضیه شو داشته باشیم، ولی فکر کنم پایینی ببره چون بالایی مسلط نیست به ترکیبش و یه جوری رفقا انگار پایینی داره قشنگ پلی میده با این ترکیب خلاش، مسلطه به ترکیبش. نکنید الان اصلا میرور زد، احتمالا میخواد اکسیری که از حریف فیرون بره حمله کنه. یه زپ هم میزنه اینجا رو دو تیران. مرسی چه زپی. خب گست نمیچسبه، بم تاورش حریف رفت. احتمالا یه پکا از عقب میره و حمله رو از سمت راست آغاز میکنه چون بم تاور اونجاست، ولی حریفش هم میتونه سب و صدرتی بره، پس احتمالا پشت پکات ویچو بره دیگه. بله ویچو رفت، حریفش سبا سطح تو میره قطعا. عروی چیزی هم فکر کنم بزنه. بله وید و عرو رو میزنه که اون دوتا رو بگیره. خب نه، حریف هم از سمت شب یه راشت همیز داد که تاور رو تا حدودی بگیره، ولی این راشتش بچه ناموفق بود و سمت پایینی به نازم. چه حمله ای زد رفقا با این ترکیبش، چه حمله ای زد. البته پایینه فکر نکنم ترکیبش خراب باشه، ولی تنها چیزی که منطقی نیست ویچ و میروره تو پکا. ویچ دیگه معنی نمیده، اگه مثلا مادر ویچ داره دیگه ویچ معنی نمیده. یورو فقط اصلا مادر ویچ هم نیارید ویچ معنی نمیده تو پکا. غیر از اینه درست میگم ویچ واقعا منطقی نیست، چون نمون مادر ویچ رو میارن تو پکا دیگه. آها نزاش تاور رو بگیره یه حریف، فکر کنم تاور شفت چه آرچر میگیره تاور رو. اوف وید بزن ساعت رو نگاه کن بچه ها. وای ساعت وید زدن رو ریدم. چه خیلی بد بازی کرد، وید دو تمیزه تمام بود رفقا و افکرم بالایه میبره، یعنی اصلا فکر انتظارش نداشتم این پایینی ببره چون واقعا ترکیبش منطقی نبود. بریم سراغ ترکیب بعدی بچه ها بیمعتلی، زیاد تو حاشیه نباشیم.
ای آجی چرا رویال چمپیون آوردن؟ ببخشید بچه ها اینجا پلیرای رنگ دارو میاره. خب رفقا ترکیب گالم، گالم با ایس ویزارد جدیده و در مقابل پکا، بریم دوتا رو ببینیم، پکا با پویزن. تی وی رویال بچه ها ترکیبای جالب میاره، واقعا باید یه تستشو بزنم چه ترکیبایی آخه یزید دیگه. پویزن چی میگه؟ خب رفقا احتمالاً بالاییه بخواد آرچر سایکل کنه دیگه، این که مشخصه دیگه. و پایینه کیجش ایوه، درست رفقا من دقت نکردم به کیجش، فکر کنم کیجش ایوه. مرس. خب آیس بیزار چی میگه تو دکش؟ این برام جالبه بچه ها، آیس بیزار تو گالم چی میگه یزی؟ خیلی برام جالب شد. آهان خب آیس بیزارش، آیس بیزار خوبی زد، تمیز زد کیج هاش، من فکرم کیج میزنه پشمام، کیج همجور داره میره دنبالش. با یه چی ریدم، فکرم آیس بیزارده میزنه ساعت اون کمتر میشه، مثلا کیج میزندش. وای هاجی عجب صحنه ای بود مثلا. خب رفاق بارایی زده گالمه، خیلی هم زده چون پکا دیگه، در صورت پویزن هم داره تازه، با پویزن کل حمله این دادشمون خرابه. و آره کیجش بوه، حالا که ایجای برو میتونه برای پکاش استفاده کنه، خیلی موثره. بازم باید ببینیم کی میبره بچه، چون پایینی هم لایتنینگ داره، لایتنینگ اسپل قویه و میتونه یه جوری کار در بیاره براش. خب احتمالا اینجا نباید این کار میکرد یزید تو، البته بهترین کار میکرد بچه، بهترین کار میکرد، عالی. خب اینجا حریف یه دمیج خوبی میخوره، مرسی دمیج ها یکسان شد. خب احتمالا نه هیچ. خب سریع بچه باید الان لایتنینگشو بزنه اسم میکنم. نه نزد پشمام ها، چه دفاعی کرد، دفاع تمیز بخوری. خب پویزنش حریف زد، اصلا نکسی نداره، اگر موقعیت حمله بود برای گالم پلیرها چه خیلی خوب میشه، چون اصلا اکسی نداشت حریفش و همین الان هم نداره، البته دیگه الان دستشه دیگه. و چه تورنادویی، چه تورنادوی پسر هست، من فکر کردم تاورش میره بچه الان چون ول کرده بود گستو، چه تورنادوی زد. حریف نمیذاره دمیج بخوره بچه، حریف خیلی قشنگ داره پلی میده، مسلط قشنگ بده کش و میگم زد دمستی گناه کنید، با پویزن کل حمله جمع میشه دیگه، پایینی میخواد چکا کنه، با پویزن کل حمله جمع میشه. بعد اخوه یزید دیگه زمان آورده بچه، اسکلت دلک هم آورده تو گالم، اسکلت دلک چی دیگه چی میگه؟ رفاقا الان باید یه حرکتی بزنم به نظرم، حس میکنم که بمب ربو بندازه. آهان ولی ریدی دادش با این بمب ربو زدن، ریدی حس میزدم که بمب ربو بندازه بچه ها تورنادو کنه، ولی اشتباه کرد بد زد. بنداز سری که ایجاد اون پکا ببره تو، بعد الان گالمو بره رفاقا، بهترین فرصته. الان پویزنش هم زده حریف، پشمام پکا دستشه دوباره، آجی چقدر سایکل ناموسن. خب یه تورنادو باید بکش اینجا و آها نمیشه، آجی نمیرسه به تاور، لایتنینگ تو بزن، مگه لایتنینگ تو نگه رشید دستت چیکار کنی؟ نگاه کن ساعت رو نگاه کن، اصلا از لایتنینگ چه استفاده نمی کنه چه، این اشتباهه، اصلا از لایتنینگ استفاده نمی کنه. پکای بعدی رو میره حریف، سری گالم میره، نمیتونه بگیره ازش، یه بومبر بزن. وای آجی خیلی زده، میگم خیلی زده رفقا. پکا رو نگاه آجی، پکا دستش تا ته کرده کونه گالم پشمو دید آجا، پکا گالمه چیز بود، دومه جورو بود، باز پکا زدش. جالبه واقعا دنیا، چه دنیای جالبیه. خب احتمالا باز گالمو بره، مرسی گالم رفت. بابا بزن لایتنینگتو نامسن، فشاری نکن آجی. بابا آهان پشمام جی بومبر رو نگاه، وای دهنت سرویس، داره بازی رو کامبک میزنه رفقا گالم پلیره، چقدر خفن ماشاءالله، چه کامبکی آجی، چه لایتنینگی زد، قشنگ لایتنینگ رو نگه داشت برای دقیقه آخر، دیدید لایتنینگ رو نمیزد الان بازی رو باخته بود، ماشاءالله عالی عالی. پلیرهای رنگ دارن دیگه بچه، یه لحظه رنگش نگاه کنید، یا رنک 121 گلوب تور داره با 66،
250 جهان. خیلی عجیبه، افتخاره واقعا. خب اینا که رنگ کردن، بذار رنگ دارن رو کنیم رفقا. آها اینا رنگ دارن. حاجی فن پشمام. فن حاجی این خیلی پلیر خوبیه. ترکیبش چیه؟ آن سایکل. خیلی بچا پلیر خفنیه. پشمام. بریم دو تا هم ببینیم. من فنو میشناسم حاجی. واقعا پلیر خفنیه. البته هر دوشون خفنن دیگه. الان اینجا رنگ دار خورده کنن. جفتشون رنگ دارن. خب رفقا یه جورایی بازم گالم چه چقدر گالم لایتنینگ زیاده پشمام. بازم به نظر من کدوم زد میتونه باشه؟ حس میکنم بچه ها پایینی زد بالایی است. میدونی چرا؟ چون میتونه تنبستون بره برای بالون حریف لایتنینگ بزنه. از یه طرف میتونی میگیم هوایی زن نداره زیاد، فقط یه ویزارد داره، کار سخته باش. البته نه تورنادو داره، تورنادو رو داره بچه زده، چون تورنادو داره زده. خب احتمالا حریف میخواد بالون بره. پشمام چه تورنادویی زد. خب بالون رفت، یه تومبستون میره یه ویزارد. چه تومبستونی زد آجی. میبینید استفاده از کارتو بردن. ما اگه اونجا بندازیم به قرآن بالون نمیاد سمتش، چون یکم اینور اونور میندازیم، بلد نیستیم دقیق کجا بندازیم. ولی اینا قد بردن، مثلا شکی ندارن که اونجا بندازم بالون می نمیاد سمتش، یا میاد. هیچ شکی ندارن، میدونن که اونجا درسته، بهترین کاره و هم کارو انجام میدن. و میبینید که الان هم رنگ زدن. پس این چیزا باعث میشه که شما بتونید موفق بشید تو رویال. فقط دو چیز باعث موفقیت تو رویال میشه. حالا شاید الان بگن کس خود که خودت رنگ نزدی چرا گو میخوری، ولی خب حالا ما میگیم به شما دو چیز خیلی مهمه تو رویال. یکی نت خوبه بچه ها، پینگ خوبه، که این واقعا مهمه، خیلی مهمه. آره شاید یه سری ها بگم مثلا چی بگم، زیاد پینگ خیلی تاثیر نداره، ولی واقعا تاثیر داره بچه ها. هر کی میگه تاثیر نداره چرت و پرت میگه، هر کی میگه تاثیر نداره شر میگه، خیلی تاثیر داره. و یکی هم استفاده درست از کارتاست. بدونی در چه جایی در چه زمانی و به چه شکل دفاع کنی، به چه شکل از کارتا استفاده کنی. الان نکنید مثلا این ویزارد رو زد، اوه من فکرم باز سوار میره. ویزارد رو زد، نمیدونم چرا ویزارد اونجایی زد، ولی حتما یه چیزی میدونسته که زد بچه ها. قطعا یه هدفی داشته، شاید میخواسته از حریف اکسی بکشه بیرون. دیدید بومتاور رو از حریف کشید بیرون، البته بومتاور رو برای گالم انداخت. ولی خب احتمال بچه ها رو بومتاور حریف لایتنینگشون بزنه گالم پلیر. چه ویزاردی زد. نه اصلا لایتنینگ نیازی نیست، کار تمومه. گالم بعدی رو میره. آهان یک کامبک. ویزارد گرفت تو تاور. ویزارد گرفت. پشمام چه تورنادویی، چه تورنادویی انصافا. بیا تمام. دیدید به خاطر همینگم اینا رنگ دارن، شوخی نیست. سانا کنید تاور یارو کرد 400 رفقا با یه حمله، با یه حمله. الان لایتنینگشو بزنه تمومه. بیا یه تورنادو تموم. اینا میدونن چه زمانی چه موقعی و به چه شکست کار استفاده کنن، به خاطر همین رنگ زدن رفقا. میدید چی میگم؟ سعی کنید این بازی ها رو زیاد ببینید. در مثلا من به خاطر همین دارم تیوی رو رد میرم، هم خودم یه چی بفهمم، هم خودم مثلا یه چیزی یاد بگیرم، هم شما مثلا ببینید اونه که حالا پلیر این ترکیبای تیوی رویل هستن که چه بهتر خوب یاد میگیرن و قشنگ میتونن باش پلی بدن. ولی خب اینا ایکس پوت تیوی رویل زیاد پیدا نمیشه، به جز مثلا پلیرهای آرچر مستر و علیرضا و اینا، مثلا زیاد تیوی رویل پلیرهای دیگه ای نیست که ایکس باشن. و حالا ترکیبایی که پلیرش هستید و ازش بهره کامل رو ببرید، سعی کنید و قشنگ قلقاش دستتون به بچه ها، خیلی مهمه. حالا این آقا کامل هم حس میکنم ایرانی باشه رفقا، یکی از پلیرهای رنگ داره، نمیدونم حس میکنم ایرانیه، شاید عرب باشه رفقا، چون داره عبدالفتاح بره میده، شاید عرب باشه نمیدونم. حالا بریم بتل این دوتا رو ببینیم، عبدالفتاح نوسکیل رو ببینیم. چند دقیقه شد ویدیو؟ خب یه مچه دیگه هم ببینیم رفقا، بس دیگه همین مچه منظورم ها. بازم گالم بچه ها، پشمون چقدر گالم زیاد آجی، فکر نمی کردم پایینی گالم باشه. اصلا دکه این یکی رو دقت نکردم، حواسم به اون عبدالفتاحه بود. اصلا دیدی چه بمبر تمیزی زد، دو طرف رو گرفت. خیلی مهمه رفقا، خیلی مهمه.
و حریف خب مایت ماینرش رو زد اون ور، نمیدونم هدفش از این کار چی بود. البته دفاع میکنه پرینس رو دیگه، نیازی نیست. خب پایینیه بعد تورنادو رو بکشه دیاره. خب حریف سب سلطنتی رو میره، اعتقال نمیخواد پشتش فال بریکر بزنه چون تا اسکیلش همینه دیگه رفقا. البته اصلا اسکیل نداره ولی خب اسکیل نداره که عبدالفتح چی داره. فال بریکر اون خود بره احتمالا، چرا لفت داره میده چهروی شد. خب خب آها الان رفت، نکنید الان رفت کارت ها رو از حریف کشید بیرون. آخ آخ آجی، من فکرم یه دونش میمیره، من فکرم یه دونش میمیره، ولی هر دوشون چسبیدن اتابر. خب اشکال نداره، ترکیب والایی ها چه خیلی قویه، من خودم با این ترکیب چند بار پلی دادم با رفقا، نه مثلا پوش بزنم یا کلاسیک بزنم، نه با رفقا پلی دادم باش، خیلی ترکیب قویه. مثلا یارو پر میکنه پشتشو، فایکک ریبو میاد دستش میندازه، تو یه لحظه فایکک ریبوشو پیش بینی نکنی تمومه، یه لحظه فایکک ریبوش پیش بینی نشه تمومه، تاورت گرفته. یه وار بریکه هم میندازه قشنگ میشه اسکیل. خب بمب ریبوی تمیزی زد حریف، بچه وار بریکه رو میزنه سعی نایتو میندازه که اینا دمیج کمتری بدن. خوبه رفقا، خوبه خوب شد نایتو رفت، وگرنه دمیج بعد میخورد. حریف سب میکنه که اکسیری گالانش برسه یه حمله تمیز بزنه. ای بابا پیام نیا جون مادرت بابا، اه باجه پیام ببخش شرمنده اگه صدا یرزه. خب حریف الان خب باید گالمو بره دیگه. خب رفت گالمو سری، اعتمالا اون چیزا رو تورنادو کنه. خب نکرد. اوه 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 اسکیل 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 البرز. وای چا یه لحظه اسکیل پاشه داشت میگرده. آه چه بومبری بابا، چه بومبری جان جان، بخورم اون بومبر تو. اوخ نایتو برو سید، تاورت رفت یزید. آها آجی داره راش میده اینم تاورو بگیره. وای مایت ماینر رو نکنید شما، این چه تورنادوی بود یزید. وای چه خیلی زده، حریفش خیلی زده. آها پرینس پشما ماجی تاور رو گرفت. وای 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 ماجی تاور خود نره یزید، نمیشه بچه، نمیتونه دیگه بگیره، یه نمیتونه بزنش اینو. میگه عبدالفتح ترکیب خطرناکه رفا، نباید دست کم گرفت. بیا اسکیل رو جنا کن، تمام تمام، ترکیب خطرناکیه، نمیشه دست کم گرفتش رفا، هیچ وقت لاستیکم نمیشه گرفت این ترکیبو. و عشقای من امیدوارم که از این ویدیو پر انرژی لذت برده باشه دیگه، من هر چقدر سعی کردم که ویدیو فان بشه و پر انرژی باشه دیگه، دیدید که خودتونم قشنگ بلند حرف زدم و یکم انرژی رو بیشتر گذاشتم براتون. امیدوارم ویدیو خوبی بگیرم و همچنین شما لذت برده باشید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه بودید، فعلا بدرود.